سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی توجهتون رو به عناوین مهم رسانه های امروز جهان جلب میکنیم ابتدا میپردازیم به واکنش های بین المللی در باره دخالت های مخرب رژیم ایران در منطقه در این مورد روزنامه العربیه در سایت خودش مطلبی داره با این عنوان ترامپ به دنبال احیای ناتو عربی برای مقابله با ایران در این مطلب اومده مقامات آمریکایی و مقام کشورهای عربی روشن کردند که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا یک اتحاد جدید امنیتی و سیاسی با کشورهای خلیج فارس، مصر و اردن برپا کند تا با توسعه طلبی رژیم ایران در منطقه مقابله بشه. هدف از این طرح تشکیل اتحادی هست که مقامات کاخ سفید و خلیج فارس اون رو نسخه عربی ناتو و یا یک ناتوی عربی می نامند. روزنامه ی گاردین چاپ انگلستان هم در مورد تهدیدات جنگ سایبری مقاله‌ای داره با این عنوان در عصر جنگ سایبری نمیتوان شهروندان عادی را از این بحث دور نگه داریم این روزنامه نوشته است تقریبا در همه سناریوهای طبقه بندی شده پنتاگون چگونگی مقابله با یک رویارویی محتمل کشورهای روسیه، چین و حتی رژیم ایران مورد بررسی قرار میگیره. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خودش پیرامون پیامدهای انتخابات کامبوج که روز یکشنبه قرار برگزار بشه نوشته است تقریبا شکی وجود ندارد که برنده این انتخابات نخست وزیر کنونی هونسن خواهد بود. روزنامه اسپانیایی ال در شماره امروز خودش مقاله‌ای داره با این عنوان: در مادرید ماکرون و سانچز چشم در چشم در برابر سیاست مهاجرت اروپا قرار گرفتند. در این مقاله در مورد روابط فرانسه و اسپانیا و امضای یک قرارداد ده ای توضیحاتی داده شده به این صورت که این قرارداد با هدف تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شده است خب سری هم بزنیم به وضعیت هوا تشدید گرما در نقاط مختلف جهان یکی از موضوعهای گزارش روزنامه های مهمه روزنامه لس آنجلس تایمز گرما در کالیفرنیا رو با این عنوان گزارش کرده که حداقل دو کشته و تعدادی خانه ویران شده تیتر روزنامه گاردیان هم در مورد شدت گرفتن گرما در نقاط مختلف جهان اینگونه است دانشمندان میگویند موج گرمای بی سابقه کنونی بیش از دو برابر اون چیزی است که بر اساس تغییرات آب و هوایی پیش بینی شده بود این روزنامه نوشته است جهان رو به گرمتر شدنه و تکرار موج گرما امری عادی خواهد شد خب در انتهای برنامه امروزمون هم سری به یک خبر علمی بزنیم مجله علمی این گجت در شماره اخیر خودش از کشف یک کرم یخزده به عمر دو هزار سال خبر داده پیداست سن سالی ازش گذشته این مجله می نویسه گروهی از دانشمندان در روسیه ادعا می کنند که توانستند یک جفت کرم منجمد شده که بین دو هزار تا چهل هزار سال عمر دارند رو زنده کنند یکی از نمونه ها از خاکی که در صد فوتی عمق زمین توسط یک سنجاب حفر شده بود به دست اومده که 32 هزار سال قدمت داره دومین نمونه هم که کاملا یخ زده هست 41 هزار و 700 سال عمر کرده که در عمق 11 متری زمین کشف شده خب بینندگان عزیز به پایان برنامه امروز نگاهی به رسانه های جهان رسیدیم از همراهی شما بینندگان عزیز با این برنامه تشکر می‌کنیم. خدا نگهدار